سرخط خبرها آنتونی طالبان اگر با زور به قدرت برسند افغانستان منزوی خواهد شد. وزیر دفاع روسیه اعضای داعش از کشورهای دیگر در حال انتقال به افغانستان هستند. منابع فرمانده پلیس کابل زخمی شده است. ادامه نبردها در افغانستان در شبانه روز گذشته 20 ولایت گواهی جنگ بودند. و هشدار تازه اردوغان با طالبان. برام خداوند بخشنده و مهربان با تقدیم سلام، تا پایان با ما بوده و ویدیو را لایک کنید. آنتونی بلینکن طالبان اگر با زور به قدرت برسند افغانستان منزوی خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر طالبان از راه زور کنترل افغانستان را به دست بگیرند این کشور منزوی خواهد شد. او چهارشنبه 6 اسد در جریان سفرش به هند به خبرنگاران گفت افغانستانی که در آن به حقوق بشری مردمش احترام نشود، افغانستانی که در آن بر ضد خود مردم افغانستان قصاوت صورت گیرد، به یک دولت منزوی تبدیل خواهد شد. او افزود که اگر طالبان میخوان که در سطح جهان پذیرفته شوند باید تغییر کنند. او با ابراز نگرانی عمیق از تجدید حملات به غیر نظامیان در پیشوی طالبان، جدی گرفتن مذاکرات از سوی طرفهای درگیر را تنها راه حل دستیابی به صلح در افغانستان دانست. وزیر خارجه آمریکا در حال از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده که از یک ماه به این سو طالبان با تشدید حملاتشان ولسوالی‌های زیاده را تصرف کرده و جنگ به اکثر ولایت‌های کشور گسترش یافته است. وزیر دفاع روسیه اعضای داعش از کشورهای دیگر در حال انتقال به افغانستان هستند. وزارت دفاع روسیه گفته است که داعش از سوریه، لبنان و چند کشور دیگر در حال انتقال به افغانستان هستند. خبرگزاری دولتی روسیه از قول وزیر دفاع این کشور گفته است آنچه بیشتر نگران کننده است در برخی قسمت ها می توان دید که این تحرکات یعنی جنگجویان داعش به گونه جدی سازمان یافته است. وزیر دفاع روسیه گفته است که این کشور توانمندی های جنگی پایگاه خود را در تاجیکستان تقویت می کند و نیز آموزش های نظامی به سربازان تاجیکی را افزایش می دهد. او که برای شرکت در نشست کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده است، چهارشنبه 6 اسد در دیدار با شیر علی همتای تاجیکی خود با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان گفته است که وضعیت در افغانستان به سرعت رو به خرابی است. روسیه و تاجیکستان به شدت نگران بدتر شدن وضعیت در افغانستان هستند. قرار است که روسیه، تاجیکستان و ازبکستان ماه آینده در مرز میان تاجیکستان و افغانستان مانور نظامی مشترک اجرا کنند. منابع فرمانده پلیس کابل زخمی شده است. فرمانده پلیس کابل بر اثر تیراندازی در خانه اش زخمی شده است. با گزارش اسپوردینگ منابع امنیتی به تولو نیوز میگویند که جمشید توتاخیل فرمانده پلیس کابل در نتیجه یک تیراندازی و شلیک گلوله بر شکمش زخم برداشته است. این منابع می افزایند که تیراندازی به روز سه‌شنبه در خانه آقای توتاخیل در بخش از کابل رخ داده است. تا اکنون انگیزه این تیراندازی و وضع صحی آقای توتاخیل روشن نیست، اما وزارت داخله از وقوع این رویداد اظهار بی‌خبری کرده است. ادامه نبردها در افغانستان در یک شبانه روز گذشته 20 ولایت گواهی جنگ بوده است. در شبانه روز گذشته دست کم 20 ولایت افغانستان گواهی نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان بودند که از این میان در غزنی، تخار، قندهار، هلمند و بغلان جنگ شدیدتر بود. با گزارش اسپوتنیک به نقل از تولونیوس، وزارت دفاع ملی میگوید که عملیات های نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد و در یک شبانه روز گذشته تلفات سنگین به گروه طالبان وارد شده است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت عملیات های نیروهای امنیتی به دفاع افغانستان از طریق زمین و هوا بر مواضع طالبان به شکل منظم و دوامدار در حال اجرا است. تلفات طالبان نسبت به هر زمان دیگر افزایش پیدا کرده است و با گذشت هر روز ساحات بیشتر زیر حاکمیت دشمن آزاد می شوند.
هشدار رئیس جمهور ترکیه به طالبان. اگر به سلطان ندهید، وارد یک جنگ خونین خواهیم شد که در آن صلح نخواهد بود. عمران خان: امریکا افزای افغانستان را بحرانی کرده، بعید است طالبان سازش کنند. عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته است امریکا وضعیت افغانستان را به هم ریخته و در این وضعیت سخت است طالبان تن به سازش دهند. با گزارش روزنامه دان پاکستان، عمران خان در گفتگو با شبکه بی بی سی امریکا که سه شنبه شب پخش شده گفت: من فکر میکنم ایالات متحده امریکا واقعا وضعیت را در افغانستان به هم ریخته است. نخست وزیر پاکستان گفت که امریکا بسیار دیر متوجه شده که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد. او افزوده از افراد مانند من که می گفتم که هیچ راه حل نظامی وجود ندارد، ضد امریکایی خوانده شدیم. من طالب خان نامیده شدم. عمران خان گفته است که ایالات متحده امریکا زمان متوجه شده که هیچ راه حل نظامی در افغانستان وجود ندارد، که به گفته او قدرت چانه‌زنی امریکایی‌ها یا ناتو از بین رفته است. نخست وزیر پاکستان علاوه کرده است که ایالات متحده باید خیلی زودتر، زمانی که حدود 1,015,000 ناتو در افغانستان حضور داشتند، تصمیم به توافق سیاسی می گرفت. وی گفت هنگامی که امریکا تاریخ خروج نیروهای خود از افغانستان را اعلام کرد، طالبان فکر می کردند که آنها پیروز شدند. خان گفته است که اکنون سخت است که آنها، یعنی طالبان، را به سازش بکشاند. عمران خان در پاسخ به این پرسش که آیا فکر می کند تشدید حیات طالبان برای افغانستان پیشرفت مثبت باشد، گفته است اکنون سخت است که آنها، یعنی طالبان، را به سازش بکشاند. وای افزود بدیهی است که طالبان بخش از دولت آینده افغانستان خواهند بود. پیش شرط طالبان: رفتن غنی یا تشکیل حکومت طالبانی. مهدی نوری، خبرگزاری افاق: بدیهی است که به هر اندازه که جنگ گسترش پیدا کند، سلطه ضعیف می شود. این همان وضعیت است که اکنون در افغانستان به وجود آمده است. در این میان اشرف غنی و گروه طالبان همدیگر را مانع صلح می‌دانند. آقای غنی طالبان را به عدم اراده برای دستیابی به توافق سیاسی متهم می‌کند و طالبان نیز متقابلاً او را مانع در مسیر صلح می‌داند و اعلام می‌کند تا زمانی که او در قدرت حضور داشته باشد، صلح برقرار نخواهد شد. در همین راستا سهیل شاهین از وضعیت مذاکره کننده طالبان به تازگی گفته است تا زمانی که اشرف غنی از قدرت کنار نرود و دولت جدید تشکیل نشود، صلح در افغانستان برقرار نخواهد شد. شاهین گفته است که طالبان به دنبال انحصار قدرت نیستند و سلاح‌های خود را زمان به زمین خواهند گذاشت که یک دولت جدید قابل قبول برای همه از راه مذاکره به میان آید.